دوستان و همراهان کانال فارسینت سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخواییم 5 راه حل ساده جلوگیری از عرق کردن زیر بغل را بهتون بگیم، پس حتما تا آخر این ویدیو ما را همراهی کنید. عرق کردن یکی از عملکردهای طبیعی بدن میباشد. با وجود این عملکرد میتواند بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده برای بسیاری از افراد باشد، به خصوص در حالاتی مانند ایجاد بوی ناخوشایند، لکه شدن لباس و همینطور خیس شدن زیر بغل. عرق کردن میتواند باعث کاهش میزان اعتبار و شخصیت در اجتماع برای افرادی تلقی شود، چرا که بر اساس یک سری از استانداردهای اجتماعی این عملکرد طبیعی بدن یک جلوه منفی را به دنبال خواهد داشت و همینطور تا حدی بیانگر بهداشت ضعیف فردی در شخص مورد نظر است. حالا امروز ما در این ویدیو میخواییم چند نسخه طب سنتی برای جلوگیری و درمان عرق کردن زیر بغل را بهتون بگیم. مورد اول، سرکه سیب و سرکه و روغن استخددوز. با ترکیب سرکه سیب و سرکه با روغن استخددوز می توانیم ضد عرق و ضد میکروبی ایجاد کنیم که به کاهش تعریق بیش از حد در ناحیه‌های زیر بغل کمک می کند. نصف فنجان سرکه سیب را به یک ظرف اضافه کنید و آن را با یک قاشق غذاخوری روغن استخددوز مخلوط کنید. ظرف را بسته و آن را به مدت 10 تا 12 ساعت بگذارید. پس از 10 تا 12 ساعت یک پد پنبه‌ای را به مخلوط بکشید و آن را به زیر بغل بمالید. اگر احساس می‌کنید که لازم است دو بار در روز استفاده کنید. مورد دوم، جوش شیرین و روغن لیمو. دو قاشق غذاخوری جوش شیرین و یک قاشق چایخوری روغن لیمو را با همدیگه در یک کاسه مخلوط کنید. زیر بغل خود را تمیز کرده و با مخلوط آماده شده به آرامی ماساژ دهید. این کار را به مدت 20 دقیقه انجام داده و سپس با استفاده از یک پارچه مرطوب بشویید و روزانه استفاده کنید. توجه، این درمان برای کاهش لکهای تیره و سلولهای مرده پوست بسیار عالی است. مورد سوم، نمک دریایی و آب لیمو. خاصیت مرطوب کنندگی بالای نمک دریایی به همراه اسیدهای ارگانیک لیمو به ما کمک می‌کند تا راه حل‌های بسیار کارآمد و مفید برای کاهش میزان عرق زیر بغل، بو و رشد سلول‌های مرده در این ناحیه را داشته باشیم. دو قاشق غذاخوری نمک دریا و سه قاشق غذاخوری آب لیمو را با همدیگه مخلوط کنید تا خمیر دانه‌ای شکلی ایجاد شود. مخلوط را به آرامی بر روی محل مورد نظر ماساژ دهید و به مدت 2 تا 3 دقیقه این کار را انجام دهید. به مدت 10 دقیقه رها کرده و سپس بشویید. توجه، هنگام استفاده این دارو برای جلوگیری از رنگ ناخواسته از نور خورشید اجتناب کنید. مورد 4، نشاسته ذرت و جوش شیرین. دئودورانت خشک در آن از نشاسته ذرت و سودا استفاده شده میتواند نواحی زیر بغل را از وجود رطوبت و باکتری سالم پاک نگه دارد. دو قاشق غذاخوری ذرت، یک قاشق غذاخوری جوش شیرین و دو قاشق غذاخوری روغن نارگیل طبیعی را با همدیگه مخلوط کرده تا یک خمیر یک نواخت تشکیل شود. خمیر مورد نظر را برای 30 دقیقه به زیر بغل خود بمالید، سپس با پارچه مرطوب شستشو دهید. در صورت نیاز دو بار در روز استفاده کنید. مورد 5، مریم گلی و گوجه فرنگی. این تونیک ضد پیری می تواند یک جایگزینی بسیار قوی برای تعریق بیش از حد که باعث ایجاد بوی بد می شود باشد. به علاوه برای حل مشکل اصلی ما، همینطور که این تونیک پوست را به طور کامل تمیز می کند، باعث ایجاد خشکی بیش از حد نیز در این ناحیه نمی شود، چه بسا ایجاد یک حس رضایت بخشی از تازگی را برای ما نیز به ارمغان خواهد داشت. 6 برگ مریم گلی را ریز ریز کرده و بر روی یک پارچه تمیز قرار دهید تا روغن آن جدا شود. حالا روغن به دست اومده را با گوجه فرنگی در مخلوط کن ریخته و حسابی آن را مخلوط کنید. مخلوط به دست اومده را به مدت 20 دقیقه در ناحیه زیر بغل خود قرار دهید و سپس با آب سرد جستشو دهید. حداقل 3 بار در هفته استفاده کنید. توجه، هنگام استفاده از این روش برای جلوگیری از رنگ نامطلوب از نور خورشید اجتناب کنید. خیلی ممنونم که در این ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. تا ویدیوی دیگه از فارسینت، خدا نگهدارتون.